سلام همه دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه من میلادم از کانال یوتیوب رابین وب تو این سری از آموزش ها یاد میگیریم که چجوری میشه یک رابط گرافیکی رو با استفاده از کتاب خونه تی کینتر پایتون ایجاد کرد قسمت قسمت پنجم از این سری از آموزش ها است و میخوایم بیام ببینیم چجوری میشه یک عکس رو آورد و توی پنجرهمون نمایش داد پنجره برنامهمون خب من یک پوشه ایجاد کردم به اسم ایمیجز و یک لوگوی درونش یک لوگوی یوتیوب به این صورت یک فایل جدید پایتون ایجاد میکنم به اسم پنج ابتدا میام از فرام تیکینتر ایمپورت میکنم همه یه چیزها رو و یک متقریب تاپ میسازم و با استفاده از tk یعنی یک پنجره جدید رو میسازم و تایتلش رو براش در نظر می گیرم top top dot image top, top. Title. و این صورت یک تایتل رو براش در نظر می گیرم my app. و بعد همه اینا رو قرار میدم توی یک مین loop مین loop به این صورت پرانتز باز خب برای اینکه بتونیم از عکس توی پروجعم استفاده کنیم بعد یک دو تا پکیج رو ایمپورت کنیم من میگم فرام پی آی ال ایمپورت کن ایمیج رو و ایمیج تی کی رو ببینید که این پی آی ال رو نمیشناسه زمانی که من با آی دی وی اس کو دارم کد نویسی میکنم کافیه که اینجا لیست پکیج های پایتون رو ببینم باید مطمئن باشید که پیلو روی سیستمتون نصبه یعنی با استفاده از دستور پیپ اینستال پیلو باید بیاین و پیلو رو, رو, رو روی پکیجتون روی سیستمتون نصب کنیم اگر دارین از ویرچوال انوایرمنت استفاده میکنین باید این پکیج پیلو رو بیاید و روی محیط مجازی نصب کنید ولی اگر دیدید پیلو روی پکیجاتون هاتون نصبه و بازم پی رو نمیشناسه که فکر کنم توی وی اسکود همچین مشکلی رو بهش برنخورید ولی توی پایچام شما باید بیاید توی فایل توی ستینگ اینجا توی اینترپرتر و توی قسمت پکیج ها اینجا به اضافه رو بزنید و پیلو رو نصب کنید پیلو پیلو در واقع یک پکیجیه که به ما این امکان رو میده که بتونیم از ایمیج هم توی پروژه پایتون استفاده کنیم خب پیلو رو انتخاب میکنم نصب میکنم ببینید که یک پیلو پی آی ال هم داره اما پیلوی خالی رو که نصب کنید به این صورت اوکی رو که بزنید ببینید این پکیج ها رو دیگه میشناسه خب فایل رو باز میکنم به این صورت من فایل رو یه بار دیگه اجرا میکنم به این صورت میدید که صفحه کوچیکه ما اگر بخوایم سایز مشخصی برای صفحه در نظر بگیریم و چیکار کنیم باید بیام اینجا تاپ رو که بزنم داد جیومتری خب توی جیومتری میتونیم سایز ها رو مشخص کنیم توی یک استرینگی مثلا میزنم 500X. 500 x 500 فکر کنم ارزش باشه مثلا 400 ارتفاعشه به این صورت یک به اضافه اگر بزنیم از بالا و چپ فاصلهش رو میتونیم مشخص کنیم مثلا بگم از بالا 200 تا به اضافه 100 تا هم از سمت چپ خب اگر این رو توی جیومتری قرار بدیم این سری پارامترها رو بزنیم میبینید که دقیقاً سایزش یه سایز مشخصیه اگر این رو بزنم 600 که خورده بزرگتر شد ارزش مثلا اگر اینا رو بردارم فقط ارز طول بهش بدم ببینید چه اتفاقی میفته این که دقیقا وسط صفحه قرار میگیره فکر کنم اون پارامتر اینجا کار نمیکنه ولی خب مثلا 600 اگر بزنم میگه که کار نمیکنه کنم باید از بالا و پایین بش مشخصاتش رو بدیم نه فقط ارز و طولش رو میتونیم مشخص کنیم یعنی بگیم از بگیم 600 باشه و ارتفاعش هم 400 خودش این رو میار وسط صفحه ولی خب ارز و ارتفاعش ثابتن به این صورت خب برای اینکه بتونیم عکسمون رو ایمپورت کنیم من یک متغیر به اسم IMG جاد ایجاد میکنم و از کتاب خونه ای ایمیج تیکا دات فوتو به این صورت میان و باز از کتاب خونه ای ایمیج دات اوپن یا مسیر فایل رو بهش میدم اگر که فایلتون توی همین دایرکتوری قرار داره دایرکتوری جاری کافی فقط اسم فایلتون رو با پسوندش رو قرار بدید اگر توی یک دایرکتوری دیگه قرار داره کافیه که اینجا اسم دایرکتوری رو بنویسید اسم دایرکتوری به این صورت و بعد اسم فایلتون با پسوند فایلتون PNG به این صورت خب میبینید که فایل رو هم میشناسه خب عکسمون رو گرفتیم ریختیم توی یک متغیری میام حالا یک لیبل درست میکنم مای لیبل برابر است با لیبل خود لیبل یک پارامتری داره به اسم ایمیج این ایمیج رو برابر قرار میدم با اون متغیر IMG که اینجا اون ایمیج رو گرفته بودم و ریخته بودم داخلش به این صورت و بعد این رو پک میکنم که توی صفحه ظاهر شه اگر فایل رو اجرا کنم میگه چی میگه ایمیج تیکا اتریبیوتی به اسم فوتو ایمیج نداره بعد این پی رو بزرگ بنویسم به این صورت پی رو بزرگ می برنامه رو یک بار دیگه ران میکنم به این صورت عکسمون ایمپورت شده و توی صفحمون قرار گرفته خب این بوده از این قسمت توی قسمت بعدی در مورد پیغام ها توی کتاب خونه کینتر صحبت میکنیم اگر سوال نظر پیشنهادی داشتید لطفا توی کامنت برامون به اشتراک بذارید